سلام، جمعه 22 مهر 1401، 14 اکتبر 2022 میلادی. فردا شنبه 23 مهر ماه مجدداً بسیاری گروه ها، تشکل های محلی، انجمن ها و سازمان های مختلف دعوت به اعتراض از ظهر تا سپید دم روز بعد در تمام خیابان‌ها و میادین اصلی شهرها کردند. از تهران تا تبریز، از اردبیل تا کردستان، از زاهدان تا اهواز بیانیه‌های متعددی منتشر شده و همگان آمادگی دارند، کسب می‌کنند برای اعتراض. روشی که روز چهارشنبه دنبال شد و جواب داد به این معنی که روز از ظهر که شروع میشه دانشگاه ها و مدارس پایگاه های اعتراض خواهند بود که در خیابان ها عملا نیروهای انتظامی رو و امنیتی رو به این طرف و اون طرف میکشند و شب که میرسه در محلات در واقع ارتش مردم به خیابان میاد و خیابانها رو تسخیر میکنن، تا جایی که در دستورالعملهای حکومت هم هست که در محلات درگیر نشند و نیروهای سرکوبگر فرار رو برقرار اگر لازم شد ترجیح بدن. در تهران به خصوص فیلمی که از تعرض یک مأمور که لباس سوسکی نیروی انتظامی به تنش است و احتمالاً از اراذل و اوباشی است که این لباس رو به تنش کردند، به یک دختری که دستگیر کردند، خشم همگان رو برانگیخته و فاجعه بارتر از اون که تمام کشور رو متاثر کرده، حمله وحشی ها به یک مدرسه شاهد در اردبیل که یک دختر معصوم کشته شده، 10 نفر مجروح شدند و 7 نفر هم بازداشت شدند. مدیر این مدرسه فردی به نام رویا محمدزاده، ظاهرا او خبر داده بوده بعد از اعتراضاتی که بچه های مدرسه کردند که نیروهای سرکوبگر بیان، و این فاجعه باعث شده که اطلاعیه هایی که در اردبیل، تبریز و بقیه نقاط کشور صادر شده مو بر اندام سرکوبگران راست کرده. به هر حال امروز هم جمعه در اهواز، زاهدان، تهران، کرج، کردستان، بسیاری نقاط کشور تظاهرات، شعار دادن ها بود. به خصوص در زاهدان اهل سنت در نماز جمعه تجمع بزرگی داشتند. خبری از نیروهای سرکوبگر نبود، نه در کلانتری، نه در پایگاه بسیج، و حتی پیداشون هم نشده بود. به هر حال به دنبال این وحشیگری های حکومت و شعله ورتر شدن خشم مردم، اظهارات امروز خامنه ای رو هم باید اضافه کرد که ابلیس علی‌رغم اینکه پاره از دوروبری هاش توصیه کردند ظاهر نشه، برای اینکه مردم با دیدن قیافه ابلیس هم عصبانی تر میشن، چه برسه به حرف های بی سر و تهی که میزنه، یکی دیگه از اون حرف های عصبانی کننده مردم رو زد که غلط می کنند اگر به برانداختن درخت تناور جمهوری اسلامی فکر کنند. این حرفی که غلط می کنند رو توی سر ابلیس باید زد و به او نشان داد که این ملت است که او رو نمی خواد و باید بره. این درخت تناوری هم که گفته، درختی کرم گذاشته که از ریشهش اون درخت که خود ابلیسه تا میوه ها و شاخه ها و برگاش همگی فاسد موریانه گذاشته و جمعی دزد و آچاخچی در اون جمع شده،
زهر آگین و میوه های زهرآلودی داده که یک ملت رو اسیر کرده. به حال به شوخی هم بعضی ها نوشتند که خود شعار فردا رو هم تعیین کرده که به دنبال توپ تانک نفر بر، حالا درخت به این تناوری حواله او خواهد شد. اما در سوی حکومت برای آماده شدن برای فردا، طرحی که به عقلشون رسیده بود که برن و بازنشسته ها و به اسم پیشکسوتان بسیج و سپاه رو بیارن، با شکست مواجه شد و اخبار درون حکومت نشون میده که کمتر از 8% نیروی مورد نیازشون از این طریق تأمین شد. بسیاری نیروهای قدیمی سپاه و بسیج نیامدند و این روزها ترجیح میدند که در صف قاتلین و آدم کشها و دزدها قرار نگیرند. چیز دیگه‌ای که به عقل حکومت رسیده بود و رسوایی او رو به پار آورد، زدن عکس‌های روی بیلبورد در میدان ولیعصر بود که با اعتراض پاره عکس‌ها، صاحبان عکس‌ها مثل خانم فاطمه معتمدار یا ژاله علوف و اعتراضات مکرری که شد، کمتر از 24 ساعت بعد اون بیلبورد رو پایین کشیدن. تجمع بعد از نماز جمعه هم که تمام توانش رو حکومت جمع کرد در میدان ولیعصر، نمای دور نشون میده خود این میدان کوچک به سختی پر شده و بهترین بالاترین برآورد 2 تا 3 هزار نفر رو نشون میده، عددی که کمتر از تظاهرات ایرانی ها در یک شهر معمولی در خارج از ایرانه، چه برسه تظاهراتی که در کردستان و سنندج و اهواز و زاهدان و یا تهران و نواحی مختلف مثل نازیاباد و نارمک و مشهد و غیره و غیره در داخل ایران صورت میگیره. مطلب دیگری که به عقل حکومت رسیده این است که هفته آینده چند شهید گمنام بیاره، تشییع بکنه از کشتگان جنگ ایران و عراق، به هوای اینکه نیروهای طرفدار خودش رو دوباره زیر پرچم کشته شدگان جنگ بلکه بتونه روحیه بده و مجتمع کنه و کماکان مشکل نیروهای سرکوبش باقی است. نیروهای کلانتری ها و یگان ویژه نیروی انتظامی اعتراضشون در مورد ساعات کاری و عدم پرداخت حقوق و مزایای کافی برقراره و تشویقی های 1 میلیون تومانی و 2 میلیون تومانی هم دردی از این نیروها دوا نمی کن. اما در سوی مردم اتفاقات دیگری افتاده که ابزار مشارکت عموم رو فراهم کرده، از جمله شرکت هایی که ماشین‌هاشون و وسایلشون در خدمت سرکوب بوده از سوی مردم تحریم شدند، مثل بستنی و لبنیات میهن یا لبنیات کاله یا محصولات بهروز که دیده شده با ماشین های اونها نیروی سرکوب جابجا کردن، به حدی مردم تحریم کردن که بنا رو بر این گذاشتن این شرکت ها با 15% تخفیف محصولاتشون رو بفروشن بلکه مردم تشویق شند و بخرن. موضوع دیگه این که در سوی مردم بانک مرکزی میگه که در هفته جاری بیشترین مقدار تخلیه حساب‌های بانکی و صندوق‌های امانات اتفاق افتاده و مقدار خروج ارز از سیستم بازار هم 2 برابر گزارش شده. میزان شعار نویسی روی دیوارها تا حدی بالا رفته که شهرداری‌ها نمیتوانند اون رو پاک کنند. توزیع تراکت های دستساز و چاپ خانگی در اکثر استان ها دیده میشه و مردم با قطع اینترنت
به وسیله همین تراکتها دعوت به تجمعات محلی و سازماندهی های منطقه‌ای میکنند. وزارت اطلاعات سپاه برآورد میکنه که در هر محله دست کم 35 خانه به تولید کوکتل مولوتوف و مواد محترقه خانگی مشغول هستند. به درخواست وزارت اطلاعات ارسال پیامک گروهی رو هم از روی تلفن‌های موبایل وزارت ارتباطات قطع کرده، برای اینکه در قطع اینترنت مردم از این ابزار که اکثرا برای آگهی استفاده میشد استفاده میکنه. اما در سطح بین المللی چند اتفاق امروز افتاد. یکی اینکه آقای جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا عنوان کرده که در صحبت مستقیمی که با امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی داشته، پیام اتحادیه اروپا رو منتقل کرده و به او گفته سرکوب اعتراضات رو فوراً متوقف کنید و معترضان بازداشت شده باید آزاد بشن. وزرای امور زنان هفت کشور صنعتی گروه هفت هم جلسه ای داشتند و همین حرف رو اونها هم بعد از جلسه زدند و عنوان کردند که سرکوب و خشونت علیه معترضان باید به سرعت پایان می‌یابد. اونها گفتند حقوق زنان حقوق بشره. اما در امریکا آقای آنتونی بلینکن وزیر خارجه به همراه معاونش وندی شرمن ملاقاتی با 3 تن از فعالین امور زنان یعنی رویا حکاکیان و نازنین بنیادی و شری حکیمی داشتند. همینطور خانم کامالا هریس معاون اول آقای بایدن هم وایس پرزیدنت آقای بایدن هم با نازنین بنیادی دیدار داشت. به حال این چرخش ها و مواضعی که بعد از این دیدارها در حمایت از زنان ایرانی مردم معترض جوانان ایرانی کردند چرخش بزرگی در سیاست خارجی کشورهای غربی رو نشون میده. اجزای پیکر امین بزرگر کشتیگیر و دوست نوید افکاری و مدافع او که ناپدید شده بود در کوههای اطراف شیراز پیدا شده و جنایتی بر جنایت‌های جمهوری اسلامی به این ترتیب افزوده شده. به امید پیروزی ایران و ایرانی،